سرخط خبرها و مهمترین ها. محسن نقوی: هیچ کس حق ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان زندگی کند. هجوم جنگجویان طالبان برای سرقت تریاک بر یخخانه در بغلان، دو تن کشته شدند. یونما گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت ارائه می کند. و همچنان در پایان خبر کمی نگنون تازه از جبهه مقاومت به دست ما رسید. مشروع خبرها: محسن نقوی وزیر امور داخله پاکستان اجازه داده است که مرحله دوم اخراج پناهجویان از این کشور آغاز خواهد شد و هیچ کس حق ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان بوده باش کند. نقوی این اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار با اندریکا رادواد، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، بیان کرده است. وی در این دیدار از آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از این کشور خبر داده و از سازمان ملل خواسته است که در این زمینه با اسلام آباد همکاری کند. قرار است در این مرحله حدود 800 هزار افغانستان پناهجوی افغانی اخراج شوند. رادواد در این دیدار خاطر نشان کرده است که در مورد بازگشت پناهجویان به افغانستان با طالبان رایزنی میکنند. با این حال روزنامه دان پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داده است که در این مرحله پناهجویان که کارت ویژه شهروندان افغانستان ICC را با خود دارند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد. گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حدود 600 تا 800 هزار افغان به پاکستان رفتند که پاسپورت و ویزه اقامت برخی از آنان منقضی شده و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دولت پاکستان در نوامبر سال گذشته مرحله نخست اخراج اجباری حدود 1.7 میلیون پناهجوی افغان بدون مدرک اقامت را از این کشور آغاز کرد. در آن زمان مقام‌های پاکستانی گفته بودند که نزدیک به 4.4 میلیون پناهجوی افغان در این کشور زندگی می‌کنند و از این میان حدود 1.73 میلیون تن آنها بدون مدرک هستند. بر بنیاد اطلاعات نهادهای بین‌المللی حدود 2.8 میلیون پناهجوی افغان دارای مدرک، از جمله 880 هزار تن با داشتن کارت اقامت موقت و 1.3 میلیون تن دارای کارت راجسترشن که چند پیش پاکستان اعتبار آن را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود زندگی می‌کنند. هجوم جنگجویان طالبان برای سرقت تریاک در یخخانه در بغلان، دو تن کشته شدند. منابع ملی در بغلان میگویند که یکی از دو دزد تفنگدار در این ولایت که برای سرقت تریاک وارد یخخانه شده بودند در درگیری با صاحب خانه کشته شدند. منابع گفتند که این رویداد درس پیش در روزهای سمندان ولسوالی پلیسار اندراب رخ داده است. منابع افزودند که در این درگیری جمعه خان 22 ساله برادر صاحب خانه نیز کشته شده است. بر اساس اطلاعات منابع این دو دزد تفنگدار جنگجویان طالبان بوده و به هدف سرقت تریاک بر خانه عبدالعطای 45 ساله حمله کرده بودند. مسئولان محلی طالبان هم این رویداد را تایید کرده و گفتند که دو میل کلشنیکوف دزدان به دست این گروه افتاده است. آنان خاطر نشان کردند که یک دزد تفنگدار موفق و فرار شده است. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی تعیین شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر بیانیه از انتصاب عبدالله خنجانی خبرنگار و معین وزارت دولت در امور صلح به حیث رئیس دفتر سیاسی جبهه خبر داده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت روز چهارشنبه 7 سنبله خنجانی را به این سمت گماشته. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی آمده است: با توجه به گسترش فعالیت‌های نظامی جبهه مقاومت ملی و ضرورت برای انسجام هدفمند امور سیاسی و استراتژیک جبهه بیشتر از هر زمان محسوس بود. خنجانی پیشینه خبرنگاری دارد و همچنان در زمان حکومت پیشین مدت معین وزارت دولت در امور صلح بود. قانون تازه طالبان حاصل انعطاف جهان. تصویب قانون امر بالمعروف نهی از منکر با محتوایی که صادر شده نشان داد که طالبان نه تنها تغییر نکردند بلکه تندروتر از گذشته رفتار میکنند. واکنش ها به تصویب این قانون جدی بود تا جایی که برخی مقامات و سخنگویان طالبان را مجبور به شکستن سکوت سکوت کردند. از دولت های غیر غربی گله‌ای نه، چرا که با حقوق بشر به ویژه حقوق زنان میانه ندارند. دولت های غربی که ظاهرا خود را مدافع حقوق بشر میخوانند نیز تا این دم برای رام ساختن طالبان کار جدی از پیش نبردند، اما واکنششان به تصویب قانون قابل توجه بوده است. اگر کشورهای غیر غربی به ویژه اسلامی هم موضع سریع اختیار میکردند، میزان اثرگذاری واکنش ها بالا میرفت. جهان به ویژه سازمان ملل در 3 سال گذشته در مسیر تعامل با طالبان قرار داشت. بهتر از بگوییم که اوج تعامل جهان با طالبان را در این مدت شاهد بودیم. هیچ یک از کشورهای جهان به نیروهای مخالف طالبان روی خوش نشان ندادند تا خاطر این گروه آزاده نشود. از طالبان به مهمترین نشست‌های بین‌المللی دعوت به عمل آمد، تا جایی که برای خرسندی این گروه زنان و جامعه مدنی نیز نایده گرفته شدند. بر رژیم طالبان پول‌های انگفت دادند که هنوز هم ادامه دارد. از ظلم و ستمگری طالبان اگر به گونه کامل چشم‌پوشی نشد، جدی هم گرفته نشد.
در این میان سازمان ملل جدیدتر از کشورها تلاش میکرد تعامل با طالبان را بیشتر گسترش دهد. هدف سازمان ملل و دولت‌ها این بود که از که طالبان اهلی شوند و عضویت جامعه بین‌المللی را حاصل کنند و در نهایت به مهمترین آرزوی خود دست یابند، به رسمی‌شناسی. نتیجه 3 سال تعامل و انعطاف چیزی نبود جز بی‌پروا‌تر شدن طالبان در برابر خواسته های جهان و ویژه سازمان ملل. این گروه نه تنها برای یک از خواسته های دنیا تمکین نکرده، بلکه بیشتر از پیش سعی کرده که تمام حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان و ویژه زنان دختران را آشکارا نقض کند و در برابر هیچ مرجع هم از داخلی و خارجی خود را پاسخگو نداند. محتوای قانون جدید بعد ناعادلانه است که حتی اعضای طالبان به درستی جسارت دفاع از آن را ندارند، چه رسد به نهادها و دولت های لابیگر این گروه. جلوگیری از ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به افغانستان کمتر از تصویب قانون جدید پیامد ندارد. بنت مسئولیت رسمی و قانونی در عالی‌ترین نهاد جهانی را دارد، ولی طالبان به مسابقه یک گروه مسلح غیر مسئول از ورودش به افغانستان جلوگیری میکند. این نیز ناشی از انعطاف به حد و حصر سازمان ملل در برابر این گروه است. طالبان در حال مانع سفر برجسته‌ترین عضو سازمان ملل به افغانستان می‌شوند که این سازمان چند قبل 3 نشست دوحه را در بست در اختیار این گروه قرار داد، تا جایی که زنان جامعه مدنی در آن اجازه ورود نیافتند. مهمتر از آن، این روزها پرسش در باب آموزش زنان و دختران نیز منع شده است. ندام محمد ندوی وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال پرسش از آموزش دختران را منع کرده که چند قبل مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء این گروه در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سوال خبرنگار در پیوند با آموزش دختران خنده اهانت‌آمیز کرد که بازتاب وسیع در رسانه‌ها داشت. گفتارها و رفتارهای فرق نشان می‌دهد که طالبان بدتر می‌شوند، بهتر نه. شگفت‌انگیز این که رزمی ردیکالو معاون سرمنشی سازمان ملل نیز به قانون تازه طالبان واکنش نشان داده، در حالی که او برای خرسندی این گروه یک عالم انتقاد را به جان خرید و زنان و جامعه مدنی را از نشست دوحه حذف کرد. برای همین شهروندان افغانستان نسبت به رویکرد دولت‌ها و سازمان‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر جا می‌زنند بدبین شدند. واکنش سازمان ملل در برابر قانون اخیر طالبان جدی نبود. انتقادهای اعضای این سازمان حول این محور میچرخید که طالبان با این اقدام روند ادغامشان در جامعه بین‌المللی را دشوار میسازند. میتوان گفت سازمان ملل شاید در هیچ حالت به اعمال فشار جدی بر طالبان رضایت ندهد. سفر رضاتون بایوا رئیس یونما و قندهار جالب توجه زیان میخواهد نشان دهد که در دفاع از حقوق زنان جدی از گفته شد که به خاطر دیدار با ملا عبدالله به قندهار رفته است. مگر این که ملای غایب از انستیز با قانون تازه تصویبش که شدید انظر زن است، با یک زن آن هم درباره حقوق زن ملاقات میکند. دیدار و تربایی با ملا عبدالله بنبست را نمشکند. خبر طالبان از حجم واکنش ها به نیکی آگاز و به انتقال آن از سوی تنبایی نیاز احساس نمیکند. فقط یک عامل میتواند عبدالله را از مرکب جاهلیت پایین کند، اعمال فشار از اکثری. اکنون وقت آن رسیده که دولت ها در رفتارها در مواجهه با طالبان تجدید نظر کنند. اگر واقعا مسئله دموکراسی، حقوق بشر، زندگی زنان افغانستان و مهار تروریسم برایشان اهمیت دارد، تحریم طالبان یکی از گزینه های مؤثر برای اصلاح این گروه است. البته مقام های این گروه در 3 سال گذشته پیام ادا کردند که تحت تحریم قرار دارند، ولی دریافت کمک های انگفت مالی و سفرهای همیشگیشان به کشورهای غرب و شرق خبر از تعامل گرم میدهد. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش.